This meeting is being recorded. Okay. عالی. بفرمایید خانم. بفرمایید نفر بعد. آقای خانم دکتر نمیدونم جوابتون رو دادم بهتون تموم شد. بله بله پس اینطور که من فهمیدم اگر اجازه بدی فقط این رو کامل بکنم بعد برای فهم خودم. فرض فرمایید اگر این تکنیکایی که الان در دندان پزشکی استفاده میشه که میتونن تصویر دقیقی از خود دندان بگیرن که روی یه دونه صفحه دیده میشه، اگر اون رو بتونن آگمنت بکنن با این ویرچوال به اصطلاح ریالیتی، اون وقت یه پزشک میتونه با این عینک‌ها خیلی اطلاعات دقیق‌تری راجع به مثلا فرض فرمایید اون دندان داشته باشه. آیا اینطوره یا اینکه بعداً واسه کاملا دارین درست میگین، ولی بهتون اینو بگم کریتیویتی هایی که داره بیرون میاد الان، یعنی آیدیا های جدید انقدر زیاده. من خواستم این نمونه رو بگم که قطع شدیم. من خبری بود توی روزنامه شهر نوشتن که شهر ما شارلت شهر شماره یک در چیزه، در جاب هایی که برای ویرچوال ریالیتی داره به وجود میاد، یعنی it has the most jobs in virtual reality. Fastest growing jobs in virtual reality. مثلا جا خوردم گفتم یعنی چی؟ برم یه سرچ کنم ببینم کدوم کمپانی اینجا دارم ویرچوال. یک دونه کمپانی پیدا نکردم، یکی دوتا پیدا کردم ولی خیلی سطحی بودن. بیشتر کمپانی که دارن تو این رشته ها کار میکنن هیدنن، الان قایم شدن، آیدیاشون رو شیر نمیکنن. نه هم یادتون میاد بچه هایی که اون موقعی که HTML شروع شد طرف های سال های 1995 و اینا 95-96-97 HTML که شروع شد، شروع کردیم به HTML نوشتن، بچه های 14 ساله ای که اون موقع میتونستن یه اپلیکیشن خیلی ساده ای رو، یه صفحه خیلی ساده ای رو بنویسن، میلیونر شدن. من یادم همون موقع یک پیج برای سیتی آف کانکورد اینجا درست کرده بودم، $10,000 فقط ما چارج کرد کمپانی که منو به عنوان دانشجو آورده بود به عنوان کانسالتنت باشون کار کنه، $10,000 چارج کرد که بگه دیزاین صفحتون رو، یه صفحه پیج اینترنت رو $10,000 میگیریم دیزاین کنیم، بعدن راجع به دیولپمنتش حالا بعدن صحبت میکنیم. من اومدم بیرون تو راه رو به یارو گفتم من اینو 10 دقیقه میتونم انجام بدم، گوش حرف نزن، هیچی نگو، بیا برو بیا برو. همین کار الان توی ویرچوال ریالیتی داره انجام میشه. خیلی ها موندن، همون دوستمون الان جان مهندس گفتن که داشتن سوال میکردن راجع به اینکه ریال استیت فروختن توی اینتر توی ویرچوال ریالیتی. اصلا انقدر دنیاهای جدیدی داره میاد، چه تاریخایی میشه پول در آورد. یعنی الان زمانیه که برای خیلی ماها که اون موقع من خودم تمام مثلا زندگیم اون موقع ساختم، یعنی همون موقع با HTML و با همین وب دیولپمنت و اینا، خب که من یادم اینقدر مثلا وضعم خوب شده بود که به همه گفتم اون تون سن خیلی کم، گفتم I'm retired now, I can retire now. ولی بعدها فهمیدم چقدر بیشتر میتونستم در بیارم و چقدر من ساده به این قضیه نگاه کردم، چقدر ساده لوحانه به این قضیه نگاه کردم. حالا همه ما including من و همه شما که خیلی سمارت هستین، مهندس هستین، باید چشمامون رو باز کنیم. متاسفانه یه عده هستن که فقط به استاک مارکت نگاه میکنن، یعنی بگن تو من بگو کدوم تکنولوژی داره میاد کجا اینوست کنم، یه مقدار پول داریم الان هممون میتونیم اینوست، ولی من میگم اونطوری نگاه نکنید، بیاین ببینید که من چی رو میتونم درست کنم یا کدوم تکنولوژی رو بتونم به کدوم تکنولوژی وصل کنم. واسه همینه که گروهی مثل شما، کانونی مثل شما بسیار پر اهمیت میشه، که به خصوص جوانایی که میان، این جوانایی که تجربه ندارن، بگی اینو میگیرم یه کمپانی فوری راه بندازم که بتونیم این چه کارا رو بکنیم، روشون اینوست بکنم. خیلی خیلی ممنون، ببخشید. ممنون، خیلی شکرم، مرسی. آقای سینا جان، لطفا بفرمایید. مرسی جان، با سپاس از شما دکتر جاهدی عزیز، خواهش میکنم، شاد دیدن شما دوباره. درود به تمام دوستان عزیز که امروز حاضر هستید. من سوالم خیلی در رابطه با همین نکته که شما فرمودین آخر، دیگه نمیخوام اونو تکرار کنم، و افشین عزیز که راجع به اون اپورتونیتی های گذشته صحبت میکردم، فقط راجع به سکند لایف که فرمودید اتفاقا کاملا یادمه که چقدر صحبت این بود که اپورتونیتی های ریال استیت اسمشو بذاریم و تمام موقعیت های دیگه چقدر وجود داشت، ولی خب در اینها از نظر تکنولوژی هم فوق العاده لیمیت های اون زمان بود که شاید باعث شد که اون چنان یعنی ایده هایی که وجود داشت نتونه به اون صورت مطبق بشه.
حالا خب بعد از این همه سال فوق‌العاده و تکنولوژیمون، یعنی واقعا از نظر OSI که یعنی از طریق خب 5G داریم و بندهای واقعا اینترنت خیلی گسترده تر، من خواستم سوالمو اتفاقا دوباره برگردونم به اینجا که با این همه تکنولوژی هایی که اضافه شده به اون دوره حالا سکند لایف اگه بخوایم اسمشو بذاریم و یا دات کامی که اون زمان وجود داشته، ما چقدر نزدیکیم به اینکه اون بریرا وجود نداشته باشه برای اینکه اون انقلاب در واقع جدید ویرچوال ریالیتی یا اوگمنتد ریالیتی دوباره ای یعنی واقعا میتونی انقلاب بزرگی باشه همونطور که فرمودین، واقعا اپورتونیتی هایی که داخلی این میتونیم تصور کنیم بی نهایته. ببینید من جوابتون رو چجوری میدم، میگن در اواخر در اوائل یا اواخر اوائل 1900 یعنی اوائل قرن بیستم، خب یه نفری توی اداره پتنت یه پروپوزالی میده، میگه بیایم اداره پتنت رو ببندیم چون تمام تکنولوژی بزرگ دیگه خود به خود درست شدن، دیگه چیزی نمونده. شما فکرشو بکنیم مثلا اوائل سال 1900 این چنین چیزی رو گفته. خب واقعیت اینه که من معتقدم که شما گفتیم بریرا، همینطور که بریرا چیز میشه ریزالت میشه حلش میکنیم، خب انتظارات هم بالا میره. بدبختی اینجاست، مثلا شما بهتون بگم یه زمانی ما تعداد پالیگانا رو میشمردیم وقتی 3D مدل و 3D انوایرمنت رو درست میکنیم، یادتونه سکند لایف اون موقع به شما یک مقدار محدودی پالیگان میداد، یعنی اگه می اومدی یه خونه رو درست می‌کردی تعداد پالیگان به اون تعداد می‌رسید، میگه پالیگان‌ها تموم شد، برو یه جایی رو ساده‌تر کن، از اون دیتیلش بیار بیرون وگرنه ما نمیتونیم هندلش کنیم. مردم بیشتری که اومدن رو کار روی اینترنت و شروع کردن سکند لایف استفاده کردن، اینا هی لیمیت ها رو بیشتر کردن، هی تعداد پالیگان ها رو کمتر کردن تا جایی که دیگه نتونستن مردم رو سرو کنن. درست گفتین، حالا الان اونها درست‌تر شده، بهتر شده، ولی انتظارات رفته بالا. حالا اون موقع انتظارات پایین بود، مثلا ما یه اواتار درست می‌کردن که کج و کولم بود، اشکالی نداشت، می‌گفتیم واو چی جوری درستش کرده. حالا میای اواتار درست کنی به چه زیبایی، هنوزم مردم مثلا قانع نیستن با، یعنی همون مقدار چیزا تکنولوژی که جلو میره انتظارات هم بالا میره. من اینو دیدم و بعد تکنولوژیایی که هیچ وقت ما تصورش رو نمی کردیم، مردم بعضیا میگن که توی سای فای مووی ها بعضی از اینا رو حد زده بودن. مثلا من یه داستانی میارم از حدود 150 سال پیش، سای فای داستانی نوشته شده که بیشتر تکنولوژیایی که امروز داریم اون طرف اون نویسنده حد زده بوده در اون زمان برای خودش، و جالبه ولی خیلی هاش هم میبینیم نزده. یعنی الان مثلا ما خیلی تکنولوژیایی که هر روز میاد بیرون ما میگیم واو اصلا این یعنی چی دیگه، چطور میتونه امکان پذیر باشه چنین چیزی. به نظر من خیلی چیز ما تازه شروع کردیم، این دنیای دیجیتال بسیار اینفنته، بسیار الان در شروعش تازه. یعنی هر کسی مثل همون آقایی که گفته بود دیگه همه تکنولوژی خوب، بعضی موقع من دیدم میگن آقا شما ایده جدید ندارین، همه ایده های خوب دیگه مردم پولاشو در آوردن دیگه ازشون، ایده جدیدی چیزی نه، ایده جدید و بعد هست خیلی زیاد هست، فقط باید فکر کرد و چیکار کرد باش. مثلا من میدونم گروه مهندسی مهندسانی هستن که توی مونتریال، آقای محمد نادی، نه من میشناسین ایشون رو یا نه، ایشون گروهی رو به وجود آوردن نزدیک 100 نفر 200 نفر دور هم جمع شدن، دارن با هم ارتباط آیدیا میارن که چیا درست کنن. اخیراً یک سافتوری درست کردن که خیلی جالبه، اومده بالا مثلا روی وبسایتی میرین میگه ایدتون رو بدین، بعد ببینیم چند نفر چیز میکنن از ایده شما پشتیبانی میکنن، ایده شما رو ما میاریم توی گروهمون درستش میکنیم، یعنی تو گروه مهندسین خودمون درستش میکنیم. برید ببینید چی کارا کردن. و یکی از همینا هم برای همین انقلاب جدید در ایران، حرکت جدیدی که در ایران شروع شده، میگفتن ایده به ما بدین به عنوان مهندسین جوان، ما چی کار میتونیم بکنیم، چه سافرایی میخواین درست کنین. مثلا یکی اومده بود ایده داده بود، گفته بود که اگر من در خطرم مثلا بیام بگم که من اینجا گیر افتادم، I'm trapped in such a street، توی خیابونی توی trap شدم، از روی تلفنت بگی I'm trapped، بلا فاصله از طریق GPS کمک بهت بفرسته، که اگه مثلا از طریق نیروهای انتظامی شما در خطر هستی، یه دفعه میبینی 100 نفر 200 نفر اومدن کمکت،
از این طریق. این سافری که این بچه‌ها به راحتی در عرض دو روز درست کردن و آوردن بالا و خیلی پیشنهاد می‌کنم که حتما به اینها نگاه بکنید. اینها ایده‌هایی که به نظر من باید با هم صحبت کنیم. متأسفانه خیلی فکر می‌کنن ایده خیلی چیز بزرگیه، خیلی اهمیت داره. به نظر من idea is cheap. Idea is nothing. Execution of the idea is important. همه ما میگیم. ولی بعضیا همون ایده ها رو فوری قایم میکنن، از همین به هیچ کس هم نمیگن، میگن قایم بیش بهش نگی یا برو یواشکی، اینطوری همونجا هم گم میشه و پنهان میشه. ولی اگه این ایده ها رو بیان با بقیه صحبت کنن، خیلی کم پیش میاد که کسی واقعا اینو اجراش کنه و آخرش هم برمیگرده به خودشون که اجرا کنه. من میگم بیایم ایده ها رو با هم شیر کنیم، سهیم بشیم، با هم حرف بزنیم، بخصوص گروهان مهندسین، بخصوص کانون های مثل شما میتونن خیلی کمک کنن. ببخشید. خیلی خیلی ممنون. اتفاقا سوال بعدی من راجع به این بود که شما خودتون اینو به زیبایی شرح دادید. اتفاقا خیلی در دنبال این قضیه هستیم که بتونیم ایده ها رو جمع کنیم. مثلا جوونا واقعا فوق العاده پر از ایده های مختلف، ولی این مسئله حالا ترید مارک رو نمیدونم به ثبت رسوندن پتنت و اینجور چیزا یه بریرای فوق العاده مشکلی برای خیلی از این جووناست. حالا اگه فرصت شد بعدم دوست دارم مثلا میتونیم راجع به همین اصلا مباحثه ای داشته باشیم که آقا من دیدم بچه‌هایی که به خصوص از ایران میان نه کپی رایت میدونن اصلا قانوناش چیه، نه میدونن پتنت چیه، پتنت رو با ترید مارک و با اون یکی اصلا قاطی میکنن و این که نمیدونن قیمتاش چه جوری به چه شکلی میشه عملش کرد و میتونیم با هم کمک کنیم که ایده های بهتری پیدا کنیم. فوق العاده عالی. حتما در رابطه خواهیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقای فرزین لطفاً سوالتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما جناب دکتر و تمام دوستان در پنل. من یه چند سوال شد. یه تفاوت کلی بین این ویرچوال، بحث‌های تکنولوژی سکیوریتی، تکنولوژی‌های مدیکال و این مسائل وجود داره که اینا یه خورده دستبندی اینا شاید متفاوت باشه. مثلا شما میتونین با سکیوریتی افراد رد میشن، سلاحی داشته باشن، ببینین وسیله‌ای داشته باشن، این جزء ویرچوال حساب نمیشه اگر اشتباه نکنم، یا با علم پزشکی مثلا میتونن چیز کنن، داخل بدن رو ببینن، عمل کنن، اینا هیچ کدوم فکر نمی کنم ویرچوال باشه و کاربردهای ویرچوالی داشته. اما به این 3D مدل چقدر به ویرچوال نزدیکه؟ یعنی چیزایی که ما استفاده می کنیم الان مثلا برای طراحی یه خونه، طراحی روشنایی، قبل از اون که خونه ساخته بشه ما روشنایی رو، تجهیزاتشو می چینیم، لوازمشو می چینیم، آیا اینا جزء ویرچواله یا نه حتما باید ما بتونیم یه اکسس خاصی داشته باشیم تا اون پکیجمون به عنوان یه پکیج ویرچوال شناخته بشه؟ خیلی خیلی سوال قشنگ. اولا با کامنت قشنگی شروع کردین، همون چیزی رو که گفتین. ببینید خیلی چیزا رو ما براش واژه کم داریم، یعنی ما داریم استفاده میکنیم میگم حالا ویرچوال. خب یعنی من نمیدونم مثلا به چه شکل دیگه ای باید گفته بشه. همینجور هر روز داره واژه های جدید میاد یا فکرهای جدید تری میاد که اینها رو چطوری رفت داریم. اون وقت این از یه جا شروع شد، ویرچوال ریالیتی. ولی به شما قول میدم هزار تا ساینس جدید از این تو بیاد بیرون که بعدم بگی او ما اون موقع راجع به ویرچوال ریالیتی چجوری فکر میکنیم، الان داریم چجوری فکر میکنیم. درست دارین میگین اینا، ولی وقتی میرسه به همون حالتی که گفتین 3D، مثلا قبلا گفتن که زیر، خیلی مثال قشنگی زدین، زیر لباس رو ببینه. زیر لباس رو نمیخواد برای اینکه بدن منو ببینه چه شکلیه، زیر لباس رو اتفاقا خیلی خوب شما گفتین میخواد ببینه آیا من اسلحه دارم یا نه، یا چیزی دارم که آیا میتونه اینها رو حس کنه یا نه. همونطور که گفتین اطلاعاتش رو از چیزای دیگه میگیره. مثلا ممکنه سنسور داشته باشه یا چیزایی رو، نورهایی رو بندازه که بعد ببینه از یه چیز سافت نیست، اینجا یه چیز سختی زیر این هست. خب که بعدم بگه آره ممکن این اسلحه داشته باشه. ویرچوال حساب نمیشه جناب دکتر دیگه؟ نه ویرچوال حساب نمیشه، ولی ببینید یه شکلی مثلا ما میگه مجاز دیگه، یعنی واقعیت نداره، یعنی مثلا چیزی نیستش که بتونه اینو ببینه، ولی تونسته با یه حالت مجازی اون رو کشف کنه که یه زیر این یه چیزی هست.
حالا اسمشو ویرچوال نمیذاریم، یه چیز دیگه ممکنه بذاریم، دیگه فرقی نمیکنه. ولی شما ربطشو خوب پیدا کردین، گفتین که مثلا به جایی که میرسه برای 3D مدلینگ، فقط هم 3D مدلینگ نیست، میتونه 2D مدلینگ باشه برای همون لایت هایی که گفتین، ولی داره سیمیلیشن استفاده میکنه. ما این واژه سیمیلیشن رو بهش اضافه میکنیم. رشته رو که من درست کردم اتفاقا بهش گفتم سیمیلیشن اند گیم دیولپمنت، به جای اینکه فقط بگم گیم دیولپمنت. میخواستم خیلی بیرون از گیم ها بیاد بیرون و بگم این تکنولوژی که داریم استفاده میکنیم برای سیمیلیشنه. شما داشتین میگفتین سیمیلیت کنی که لایت اگر از این ور میاد، اگه مثلا از طرف خونه به طرف نورت درست شده، پنجراش به طرف نورته، این از این ور بیاد پارامتراش چطوری میشه. همه این کارا رو گفتم سافرهای مثل آنریل یا یونیتی به ما میتونن کمک کنن که انجام بدیم و قبل از اینکه خونه رو بسازیم بریم مدلش اول بسازیم، ببینیم چه جوری میشه، امتحانش بکنیم، بعد بریم انجامش بدیم. یعنی یه پروتوتایپش رو درست کردیم. قبل تو ارتش آمریکا یه چیزی رو درست کردن که خیلی جالب بود. من به یه طریقی از طریقی که دوستان یکم روی این موضوع کار کرده بودم و اون همین درست کردن این لباسی که سرباز رو محو کنه و بتونه بره و این سرباز میتونست حرکت کنه، از جای به جای بره و دیده نمیشد. اولا فکر میکنی که خیلی چیز پیچیده ایه، در حالی که همون لباسش مرتبا داره کل فضای اطرافش رو سنس میکنه و اون بکگراندی رو که میگیره از هر طرف روی لباسش نمایش میده و در حقیقت شما اون رو جزئی از فضا میبینید. از همینم الهام گرفتن بعضی از نقاشا، میرن یه نقاشی رو میذارن وسط یک مثلا رودخونه و اون بک‌گراند رو روی اون نقاشی میکشن و شما متوجه نمیشین، فکر میکنین این نقاشی نیست و اون تابلو رو بک‌گراند پشتش رو دارین میبینین. این الهام از همینه. میخوام ببینم اینم باز صنعت ویرچوال اگر ما بخوایم وارد بشیم. ببین شما دارین خیلی قشنگ گفتین همه اینا رو، من خیلی تشکر میکنم ازتون که اینا رو دارین میگین. دیگه فرقی نمیکنه مثلا الان مثلا AI، شما از آرتفیشال اینتلیجنس صحبت کردین که چطوری خود سیستم یاد میگیره، مثلا محیط اطرافش رو میگیره و نقاشی میکنه و تصویرهای بیرونی رو میده. الان آرتفیشال اینتلیجنس، ماشین لرنینگ، همه اینا داره کمک میکنه به همین دنیاهای ویرچوال ریالیتی. برای همین میگم دنیاهای زیادیه. من میخوام فقط اینو به شما بگم، من سعی میکنم همیشه تمرکز داشته باشم، فوکس داشته باشم، هی نیام بپرم این ور بپرم اون ور. همه این چیزها رو که داریم میگیم وجود داره. من میگم من چی کار میتونم بکنم. آیا تو نرم افزارها و چیزایی که ما مثلا بخوایم کار کنیم روش، اینا رو میشه یا معرفی کنین یا بعداً؟ من الان گفتم الان چند تاشون رو نمون دیدین یا مثلا اعلام کنن به ما. من چند تاشون رو گفتم، نمیدونم دیدید یا نه راجع به یونیتی، ولی بهتون همه رو من میتونم براتون بفرستم، با خود منم اگر تکست بزنید بهتون میدم. بستگی داره مثلا چه نرم افزاری. مثلا شما بعضیتون هستین تو کار برق هستین، مهندسین مختلف، مهندس برق، مهندس مکانیک، مهندس من نمیدونم، با سالید ورک کار میکنید، با اتوکد کار میکنید، با همه شما یک جایی باید با این 3D مدلینگ سافتورا کار کنید اگه مهندس هستید. دقیقاً امکان نداره نکنید. خب با این سیمولیشن سافتورها حتما دارین کار میکنین. حالا مثلا میگه این سیمولیشن سافتورها رو من چطوری میتونم بیارم تو دنیاهای آگمنتشون کنم، یا بتونم مثلا اینا رو مثلا اکستندشون کنم یا میکسشون کنم. اونجاست که خیلی چیزها جوابها داده میشه. حالا من نمیخوام گذر بدم، ولی مثلا وقتی میرسیم به AI و ماشین لرنینگ، مثلا من الان جدیدن دارم دوتا دیگری جدید درست میکنم، یکیش تو آرتفیشال اینتلیجنس و ماشین لرنینگ، یکیش تو کلاود آرتفیشال اینتلیجنس، که دارم کورسای جدید درست میکنم و دارم نم کوریکولوم های مختلف براشون مینویسم. خود من که تازه به خیلی از این چیزا آشنا بودم، مثلا آرتفیشال اینتلیجنس من آخرین کورسی رو که گرفتم 20 سال پیش بوده، بعد الان که دارم میخونم میگم واو اینا چقدر عوض شده، همه چیز اصلا یه دنیای جدیدیه برای خود من. ولی من سعی میکنم فوکس باشم، بدونم که من چی کار میتونم بکنم، به جای اینکه خیلی خودم رو گیج کنم که اینم میشه اونم میشه. ولی خوبه ها بعضی موقع ایده ها رو بیاری. ولی همونطوری که گفتم الان تو کمپانی خودم، من اون اوپن سورس سافتویر رو که درست کردیم تمام تمرکز من رو اونه که بتونم اون رو زودتر ریلیسش کنم، همون استریو کیتو که قرار شده توی اپریل من برای اولین بار اینو به دنیا انانسش کنم. خیلی ممنون، مرسی. آقای امینی خواهش میکنم.
مجددا سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از جناب جاویدی که این مطلب ارزنده رو ارائه کردن. من رشتم ترانسپورتیشن انجینیرینگ هست و یادم میاد 50 سال پیش یه سریالی بود. 50 سال پیش یاد نمیاد دکتر، ماشاءالله. سریالی بود تحت عنوان بالاتر از خطر. یکی از این قسمت‌هاش اون گروهی که مأموریت داشتن داخل یه مثلا واگن راهن روی شیشه‌هاش تصویر متحرک انداخته بودن. اهالی که توی اون واگن بودن احساس می‌کردن دارن یه جایی میرن ولی فی الواقع نمی‌رفتن، فقط تصویر اون فیلم رو روی شیشه‌های اون واگن می‌دیدن. از این ایده که ما در پین رانندگی در حمل و نقل حال بخش عمدهش دیده در روز، دیده در شب، دیده مسیر و غیره، اینها آیا با توجه به این پیشرفت هایی که در به صدا چیز تصاویر سه‌بعدی یا فضای آگمنتد یا غیره هست، این هنوز نیومده، آیا میتونه این زمینه ای باشه که این تصاویر بهتری رو با ما بده؟ ما مشکلی دید داریم در رانندگی ایمنی مشکل پیدا میکنیم و چی کنیم؟ کاملا این الان شما یه سرچ هم کنید، مرسدس بنز، کمپانی بنز خیلی تحقیقات خوبی داره در این زمینه، BMW خیلی توی وینشیل چه اطلاعاتی رو میتونید ببینید. ولی خب شما دیدین دیگه ماشینای جدید سنسورایی که هست آلردی داره به ما این اطلاعات رو میده. جالبش هم اینجاست ما همین اینا رو ویژوال میبینیم، در حالی که ویژوال هم نیست. خب بعضی موقع سنسورهای مختلف داریم، ویرچوال ریالیتی که داریم میگیم این فقط از نظر دید نیست. مثلا شما فرض کنید هلمتی درست کنن برای یک انسان کور، یک انسان کور محیط اطرافش رو از طریق صداها میشنوه، درسته؟ یا مثلا از طریق حسی دست که میزنه و اینا. خب شما فکرش بکنید بتونه محیط مجازی برای این شخص به وجود بیاره که فقط از طریق صدا و از نظر میکس ریالیتی دست زدن باشه، که اگر ما بتونیم اینها رو به وجود بیاریم، یعنی یا از طریق بوها یا از طریقهای دیگه. همونطوری گفتین سنسایی که الان به من داره میده، مثلا ماشین جدیدی که من دارم، خب مثلا میخوام برم دست چپ، فوری بوق میزنه یه نفر دست چپته، ماشین دیگه دیدم ندارم. بعضی موقع دیدین دیگه بوق میزنه و میگه که ماشین دست چپته، حواست باشه نرو خط چپ. خب ماشین دست راستته نرو دست چپ. یا مثلا ماشینایی که خودشونو پارک میکنن به راحتی میتونن اینو ویژوالی ببینن کجا دارن میرن، که به شما دارن کمک میکنن. یا مثلا عقب که میرین از طریق این چیز تصویر پشت ماشین رو میبینید و اینا دارن همه این کارها رو میکنن. ولی اینکه بتونیم از طریق AI بتونیم کمک های بیشتری بکنیم به اینها، یکیش همون چیزیه که الان من میام مثلا میذارم رو کروز کنترل. خب و کروز کنترل میگه 4 تا ماشین روبرو رو برای من عقبتر برو، یعنی بین من و ماشین روبروی 4 تا چیز بذار، فاصله بذار. و هر وقت که من دارم با سرعت زیاد من ماشین جلوی کند میکنه، مال منم کند میکنه، من همیشه میترسیدم تا چقدر این کند میکنه. یعنی میشه که اگه اون وایسه کاملا وایسه، اون روزی آخر جرأت کردم گذاشتم ماشین این کارو بکنه، من ماشین کاملا وایساد، یعنی ماشین روبرویی که هی کن کرد وایساد، این که نزدیکش شد یه ذره عقبتر وایساد. خب داره یعنی فاصله رو چیز میکنه، کلکولیت میکنه، برای من انجام میده و اطلاعات میده. و نمیم داشبوردهای جدید رو دیدی، خیلی اطلاعات اینطوری رو هی به من میده. ولی من شنیدم که روی وینشیلد الان به راحتی، یعنی شنیدم که دیدم تصویراشو، ولی نمیدونم کدوم ماشین این کارو میکنه. برای من دل نمیبندم به ماشینی که قبلا یارتون ماشین میخریدیم گفتیم 10 سال میخوام داشته باشمش، 15 سال میخوام داشته باشم. الان من ماشین برای دخترم داشتم میخریدم گفتم نگران نباش، یه کاری کن که مثلا فکرشو بکن 2-3 سال دیگه اینقدر تکنولوژی جدید میاد باید عوض بشه از ماشین لرنینگ و اینا. ولی من مطمئنم که دارن روی اینا کار میکنن، ولی اطلاعات زیادی ندارم. ولی چون رشته شماست من پیشنهاد میکنم امشب برین یه سری سرچ بکنید، چون از این طریقه که هم میتونید بهش میگن آیس بریکینگ، یعنی تو صحبتهای مختلف شروع کنید حرف زدن، یا اینکه خودنمایی کردن از اطلاعاتتون، که من همیشه این کارو میکنم، میرم یه چیزایی رو یاد بگیرم که فقط بتونم خودنمایی کنم، خودم رو بهتر نشون بدم. و چون من معتقدم pretending to be smart makes you smart. خیلی ممنون. خانم شهره جان، خانم دکتر مهدی لطفا.
تموم شد. صداتون نمیاد. صداتون قطع میکروفون. خیلی متشکرم که دوباره بهم اجازه دادی یه سوال دیگه بکنم. آقای جاویدی عزیز، شما توی صحبتتون فرمودین که توی ادویکیشن میشه از این استفاده کرد، شما خودتون مثل این که در این زمینه هم یه فعالیت هایی داشتین. توی فرض فرمایید توی کلاب هاوس یا توی همین زوم و اینها شما میتونید یه جلسه مثل جلسه امروز رو ضبط بکنید. اگر یک سری ادویکیشن با امکانات آگمنتد تبدیل شده بشه به یه ترینینگ، حالا در سطح دبستان، دبیرستان، دانشگاه، هرچی، آیا امکان ضبطش هم خواهد بود با یه همچین سیستمی که بتونه دوباره ریپلی بشه و تمام دنیا ازش استفاده کنه؟ بستگی داره که این ضبط از طریق کی بشه. بله، یعنی وقتی ضبط میشه از طریق ناظر، مثلا من داخلش هستم دارم این تجربیات رو میکنم، طوری که ضبط میشه، مثلا اگه من راستو نگاه کردم، اون مثالی که زدم اوباما رو در اون لحظه نگاه کردم، دیگه به کلینتون نگاه نکردم، بعدن شما هیچ وقت نمیفهمین ریاکشن هیلری کلینتون چی بود در اون دموکراتیک. 360 ویدیو باشه چی؟ نه، از طریق کله شما نمیتونه این کارو کنه، مگه اینکه از طریق همون 360 ویدیو این کارو بکنید. 360 ویدیو یه دو تا اشکال داره، حالا من بهتون میگم. 360 ویدیو اگه سر جاش بذارن، همونطوری که من مثالی رو که زدم، این ثابت بود. یادتون باشه از عملی هم که گفتم ما فیلم برداری میکردیم، ثابت گذاشته بودیم اون بالا. حالا بعضیا میگن نه، من میخوام این 360 ویدیو رو بذارم روی هلمتی روی سرم. لزومه. من میتونم بذارم روی سرم و از کوه برم بالا. و بعدن شما که داری فیلمو میبینی، احساس کنی داری از کوه میری بالا. ولی شما فکرشو بکن، الان خوب فکر کن ببینیم چی دارم میگم. من اینو گذاشتم از کوه رفتم بالا، درسته؟ حالا شما وقتی اینو میذاری سرت، داری سر جات وایسادی و داری منو نگاه میکنی میرم بالا، بدنت قاطی میکنه، موشن سیکنس میگیری. خیلی از این 360 ویدیو که حرکت میکنن، حرکت ها بسیار بسیار، این تکنولوژیه که هنوز ما کشف نکردیم، دیزاینش هم کشف نکردیم. الان توی گلوبال لرنینگ آفیسمون، بچه ها رو برای اینکه به کشور دیگه آشنا کنن، مثلا میرن میگن که شما میخواییم برین تخت جمشید و قشنگ میبریم میگردیمتون. خب این طرف داره راه میره، ولی شما سر جات وایسادی، یه خورده دیزی بهت میده. مگه اینکه شما میکس ریالیتی بشه، داری راه میری، یعنی بیان یه اتاقایی درست بکنن که شبیه تخت جمشیده ولی چی توش نیستا، ولی این همون راهیه که اونجا تو تخت جمشید رفته، توش را بری واقعا این چیزها رو ببینی، دستم بزنی مثلا به اون سنگه و اون سنگا رو ببینی، اونطوری درسته. ولی اگه شما وایساده باشی اون طرف حرکت کرده باشه، موشن سیکنس بهتون میده. ما اینو خیلی داریم کار میکنیم الان تو گلوبال لرنینگ آفیسمون، خیلی اپلیکیشن های جدیدی آوردن، دارن کار میکنن و داریم تجربه هایی رو میگیریم که اگر شما یه جای دنیای بودین، مثلا تو گریس بودین یا توی نمیدونم روم بودین و این چیزها رو داشتین میدیدین، بیشترش روی چیزهایی که ساکنه. بعد مثلا شما پوینت آف چیز میزنید، الان مثلا شما اینجا وایسادی، یه تو دستتون با این چیزی کنترلری که دارین میارین جلو، میگه حالا میخوام اونجا وایساده باشم، بعد میبرتتون اونجا وای میستین، حالا شروع میکنین این ور اون ور رو نگاه کردن، بعد میبرتتون اونجا وای میستین، هی باید پوینت آف سکونتون رو، فارسی انگلیسی صحبت میکنه، پوینت آف استندتون رو عوض کنین هر لحظه. بله خواهش میکنم. مرسی آقای، مثل که سوالات تموم شد با اجازهتون. بله آقای دکتر جاویدی، خیلی ممنون از صحبتتون. خواهش میکنم. سپاس از محبتتون که تشریف آوردین. من حالا آقای مهندس محقق در پایان حتما صحبتی خواهند کرد، لطفا بفرمایید. صداتون بسته است آقای مهندس محقق. من اجازه میخوام که از طرف هیئت مدیره کانون مهندس، از دکتر فرزانه ارجمند و آقای دکتر فرهاد جاویدی، از بابت این سخنرانی فوق العاده جذاب، جالب و اون روح صمیمانه‌ای که دارن تشکر کنم. واقعا شما با این فضای دوستی و مهربانی که دارید، همه احساس راحتی میکنن با شما. امیدوارم که این سعادت داشته باشیم که باز هم این
در حضور شما باشیم و جهات دیگری از این دانش و فرزانه شما استفاده کنیم. و من یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر مهربانی و لطفی که به کانون مهندس داشت. خواهش میکنم. خیلی ممنون. لطف کردی. من میخوام یه چیزی بگم که با این تمام کنیم. رومی یه چیزی داره، رومی یه صحبتی، یه شعری داره که من انگلیسیشو خوندم، فارسیشم پیدا نکردم. آنکا از خانم خانم بچه کیه نهای دکتر؟ ایشون آنکا. آنکا جان میخوای یه چیزی بگی؟ آره. دختر شما نهای دکتر یا نوت؟ نه من مجازی با ایشون آشنا شدم. درخت پشت توه عمو. درخت کریسمس منه عمو جان. من میز کجا خریدی؟ رفتم از تو خیابون، درخت های چیز طبیعی میفروشن، اینا رو میبرن میارن تو خیابون، بعد میری اندازش رو میبینی، شکلش رو میبینی، میخری. 69 دلار قیمتش بود. خریدم آوردم خونه. ولی تو میتونی پلاستیکیش هم بخری که بعدا دوباره بتونی هم مصرفش کنی. ولی اینا رو متاسفانه برگ میریزن، این چیزاشون رو میریزن، یعنی پایینش که ریخته میشه باید جمع کنی، بعدا هم آبش باید بدی، بعد آخرش هم باید بری بندازیش بیرون، سال دیگه یکی دیگه بخری. حالا به افتخار آنکا خانم، آنکا عزیز، من میخواستم اینو بگم که آقا رومی یه صحبتی داره که خیلی جالبه، که میگه وقتی احساس میکنی دنیا وارونه شده، با خودت فکر کن شاید دنیای دیگرانه که وارونه است و تو در جای درستی ایستادی. دنیاهای مجازی، بعضی موقع ما امیدوارم که ما بتونیم دنیاهای مجازی بسازیم. همون مثالی رو که زدم، یه آقایی بودش که دیسیبل بود و نمیتونست راه بره، روی صندلی شرخدار مینشست. معروف شده بود به عنوان یکی از بهترین دنسرها توی سکند لایف و هیچ کس نمیدونست ریشون چلاقه، یعنی پاش حرکت نمیکنه. این وقت حرکت و دنس و همه میرفتن ازش یاد میگفتن، یه دیسکو درست کرده بود و بسیار آدم شادی هم بود. بعدها وقتی مردم فهمیدن این در زندگی واقعی دیسیبله، باش که مصاحبه کرده بودن اون موقع، میگو من دنیای واقعی رو در دنیای مجازی پیدا کردم. و امیدوارم ما بتونیم با دنیاهای مجازی دنیاهایی پیدا کنیم که از این دنیاهای بدی رو که بیرون داریم، شاید اونجا ما بتونیم تجربه‌های جدیدی رو به وجود بیاریم. متاسفانه هم اینطوری نیست. یعنی من میخوام بعدها یه برنامه دیگه اگه داشته باشیم بگیم که مشکل دنیاهای مجازی، تو دنیاهای مجازی متاسفانه یه عده دارن سوء استفاده هایی میکنن، توهین ها، مثلا خیلی به خودشون اجازه میدن حرفایی رو بزنن که تو دنیای عادی نمیزنن، ولی در دنیای مجازی این کارها رو میکنن. امیدوارم که تو فکر، همه با فکر وارد این دنیاها بشیم و دنیاهای بهتری رو بسازیم. برمیگردم دوباره شما رو رفرنس میدم به افلاطون که دنیا راجب اون برده های زندگی صحبت میکنه که توی غاری بودن تمام عمرشون و سایه های مردم رو میدیدن و عبور میکردن و وقتی آزاد میشن نمیتونن قبول کنن این دنیای واقعیه و دوباره برمیگردن داخل غار که اون سایه ها رو دنبال کنن. که اگر بدونید تو دنیای فلسفه افلاطون هم میگه این دنیا شاید دنیای واقعی نیست، اینا سایه هایی از یک دنیای واقعی که جای دیگه است. که اگر ببینیم الان کانشنس رو وقتی بررسی میکنیم، میبینیم واقعا کانشنس هم از همونجا میاد، یعنی این تصوراتیه که ما از دنیای بیرونی داریم، نه واقعیتی که بیرون داره انجام میشه. ولی شاید بتونیم این تصوراتمون رو طور دیگه بیاریم، با ایده های بهتری در دنیاهای مجازی که ملاقات میکنیم یک دنیای زیباتری رو بسازیم. خیلی ممنون که منو دعوت کردین. من واقعا افتخار کردم که جمع مهندسین هستم. امیدوارم که من رو به عنوان ممبر قبول کنید. من میام ممبرشیپ هم میدم. دوست دارم که تورنتو اومدم حتما ببینمتون و با هم باشیم و کمک بکنیم به جوانایی که دارن الان از ایران میان. آقای دکتر شما از امشب عضو کانون مهندس هستید. شما، من پیشنهاد میکنم به ریاست محترم کانون که آقای دکتر رو به عنوان عضو افتخاری با اجازتون انتخاب کنن. حتما اینا میبرن در هیئت مدیره تصویب میکنن، جناب عالی جز انگشت شمارای افتخار کانون خواهیم شد که 3-4 نفر بیشتر نیستن. متاسفانه یکیش هم ما چند وقت پیش فوت کرد. بنابراین من این پیشنهاد میکنم به جناب محقق لطف کنن که جناب عالی بشین عضو افتخاری، یعنی افتخار میشه برای کانون. ما عضو افتخاری هم داریم قربان.
خواهش میکنم. من اگه بعدن عضو افتخاری هم قبول کنید، بعدن من اگر پول ممبرشیپ هم دادم میتونید بذاریم بخشی از اسکالرشیپ. سپاس. اوکی از یک دلار تا هر چه مرحمت بفرمایید جداست، روش میذاریم، ولی در این حال سپاسگزاریم از همه الطاف جناب عالی. خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی. بدرود. آنکا جان بدرود. 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 چرا زمین من رو زمین؟